راستشو بخواین من نگران نیستم، من ناراحتم به خاطر اینکه جنگ خیلی وقت آغاز شده و آغازگرش هم رژیمی بوده که در کشور من، در زادگاه من 40 سال حاکمه. کاری با 30 سال قبلش نداریم. در همین 7-8-10 سال اخیر سوریه را با آتش کشیده، جنگ داخلی اونجا را انداخته، مملکت رو به تجزیه گذاشته، کلی آدم اونجا کشته شده، حملات شیمیایی که به مردم بیگناه سوریه شده. در یمن همینطور، الان 3-4 سال جنگ را انداخته. در عراق به همین ترتیب، خدمتتون عرض کنم در لبنان دائم با اسرائیل اونجا استکاک ایجاد میکنه و در بسیاری جاهای دیگه. اینه که من فکر میکنم نگرانی دوستان بیجاست و در حقیقت سوالشون یا درخواستشون به جای اشتباهی خطاب قرار داده میشه. چون اگر نگرانی و در حقیقت ناراحتی از جنگه، باید جمهوری اسلامی را خطاب قرار بدن که الان حداقل 7-8-10 سال در خاورمیانه علنا داره آتش میسوزونه و جنگ به پا میکنه و اینکه در حقیقت باید یقه اونو در درجه اول گرفت. اینه که من فکر میکنم خیر، آمریکا جنگ را شروع نخواهد کرد، جنگ شروع شده. میدونید مثل این میمونه که در سال در جون در جوان 1944 وقتی نیروهای متفقین میخواستن بیان با آلمان مقابله بکنن و آلمان تمام اروپا رو سوزانده بود و حدود 20 میلیون نفر در اروپا و سراسر جهان آدم کشته بود، بعد یه دفعه مثلا میومدیم به آمریکا و متفقی میگفتیم آقا نه جنگ، جنگ رو شروع نکن. آقا جنگ رو کسی دیگه شروع کرده، اینا میخوان جلوشو بگیرن، میخوان جنگ رو در حقیقت متوقف بکنن، خونریزی رو متوقف بکنن. که من فکر میکنم دقیقاً مشابه همین قضیه میشه که اگر دوستان ناراحتی دارن، باید رژیم ولایت فقیه را خطاب قرار بدن، نه آمریکا را، نه اروپا را، نه نیروهای منطقه‌ای را، به خاطر اینکه جنگ را اون شروع کرده و فارسی زبان شیرینیه، توی ضرب المثل های قشنگی ما داریم، میگه کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است.